به نام خداوند پاک و مهربان با عرض سلام احترام آرزو دارم همگی جور و سعادتمند باشین. هموطنای خوب نازنین، بینندای گرامی، انسانای موفق، انسانای شایسته، انسانای دوست داشتنی، انسانای بزرگوار که لطف میکنین و برنامه خودشناسی را میبینین و به فکر بهبود زندگی خود و فامیل و اطرافیانتان هستین. بسیار انسانای دوست داشتنی هستین، یک جان سپاس و یک سلام خدمت شما بیننده خوب نازنین، همراهای همیشگی، یارای گرامی ما که قدم رنجه میفرمایین، میایین و بر علاوه از زحمتی که میکشین می اینجا از بحثای بسیار خوبتان ما را مستفید میسازین، اطلاعات بسیار خوب شریک میسازین. خداوند اجر بی پایان نصیب کل ما و شما بسازه و توانایی بر رفتن بر راه راست و فرا گرفتن علم و توانایی خدمت بر وطن و هموطن ما را نصیب ما بسازه. دوستای از نازنینم، همونطور که در جریان هستین، ما در برنامه قبلی 15 صفت انسان موفق در موردش صحبت کردیم. این قسمت دوم از امو بحث است و ما تصمیم داریم تا چند برنامه 100 صفت انسان موفق خدمت شما بیان کنیم. این صفت ها که میشنوین از دو حالت خارج نیست، یا این صفت دارین، اگر دارین تجدید کنین. امروز میشنوین چی خوب صفتی بوده، این انسان های موفق کل دنیا داشته، ما میخواییم در این قافلی دنیا یک جای شم. اصلا یکی از مسئولیت های انسانی است که خود به این مسیر هستی، به این اقیانوس هستی پیوست بته. شما اگه تو تصور کنین دو اقیانوسی را در نظر بگیرین که یکی اقیانوس آب گوارا و پاک و لذت بخش باشه که زمین، پرنده، چرنده، نباتی از او استفاده میکنه، یکی هم یک اقیانوس مرداب و منجلاب و خراب باشه و ما مثل قطره ای که توانایی پیوستن بر دوی از اقیانوس ها را داریم، کدامش انتخاب میکنیم؟ اگر آگاهانه انتخاب میکنیم خدا را آزر گرفته به اساس هدایات دینی و علمی مسیر تعقیب کنیم، به او اقیانوس پاک و زلال میرسیم. ولی خدای ناخواسته اگر بی خبر گام میورداریم، اطلاعات نمیگیریم، از دین خود خبر نمی باشیم، مسئولیت های انسانی خود درست درک نمی کنیم، متاسفانه میریم به او آب گندیده شده و ما میشیم جزی از او گندگی و او آب بیشتر می سازیم. بنان معلوم دار است که شما با آمدنتان نشان دادین که دنبال اقیانوس پاک هستین و می خواهین پاکی را زیاد بسازین در جهان، خوبی را زیاد بسازین. بنان وقتی این صفت ها را می شنوین، اگر دارین که تجدیدش کنین، قطره بزرگتری شوین، و اگر ندارین خیر است. از امروز این صفت را بکارین در وجودتان، تمرین کنین و با تمرین این صفت ها شما میشین یک انسانی که فرشتگونه. جایی که میگه انسان از ملائک بهتر میشه همینجاست که وقتی ما صفت های خوب در وجود خود میکاریم. اصلا ببینین شما در بعضی بحث ها دارین که مثلا چلنشینی میکنن، شب میشینن، سر خود کار میکنن. یکی از این کارهایی است که ما هر روز صفت های بد خود بپالیم، پس کنیم، به جای صفات خوب جاگزین بسازیم. بعد از گذشت چند مدتی میبینیم ما چی انسان شایسته شدیم، هم خود ما راحت هستیم، هم دیگرایی که با ما هم صحبت میشن، دور بر ما میباشن، از این حلاوت و شیرینی و خوبی ما مستفید میشن. به هر صورت صفت 16 پیش انسانای موفقی است که درگیر گپای بد و منفی که دور برشان گفته میشه، گپای بی جایی که گفته میشه، اینا متاثر نمیشن. چی معنا؟ شما میفهمین که ما همه انسانهای دور بر ما انسانهایی نیست که سر خود کار کرده باشن، خود با او شایستگی رسانده باشن، سیمینار دیده باشن، کتابای دینی ما رو مطالعه کرده باشن. متاسفانه در کشمکش روزگار اینا خود گم کردن، فقط صبح شام میشه و اینا در ای پروسه همه که گفتم به سمت از امو اقیانوس بدیا میره و ای اقیانوس بد که هر وقت آبش بپره شما را یک قسمتتان کثیف میسازه. این انسان ها با گپای خود ذهن شما را کثیف میسازه. ولی آدم موفق کسی است که این توانایی را پیدا کرده که متاثر از گپای بد منفی از این انسان های منفی نشه.
ما بخیر در آینده ها یک بحث خود داشتیم سر انسانهای زهری، انسانهای بد و منفی که روز شما را خراب میکنه. شما گیده باشین دو رقم انسان ها دارین، یکی با یک کسی روبرو میشی، سلام، خوب استی، خنده، میبینی چی پاک، انسان شایسته، گپ از موفقیت، پیشرفت، از اهداف، برای تو حتی راهنمایی میکنه، فلانه جای پروگرام است، فلانه کتاب بخوان، فلانه اهداف داشته باش، بیا فلانه جای زمینی رشد است که تو می رشد داشته باشی، میبینی زنده میشی امرو زیادم. اما خدای ناخواسته تو آدمای را روبرو میشی که چهار تا خبر بعد از تلویزیون برات میگه، چهار تا بعد از زندگی و وحشت از آینده، هی فقط برات میگه که برو تابوت تا آماده بساز، خلاص کل روزت خراب میشه. نشنیدی میگه فلانی را از اول روز دیدیم کل روزم خراب شدم رایش، چون پیام منفی برش داد، گپ منفی گفت. بنان صفت آدم موفقی است که در مقابل آدمای ناموفق یک توانایی دارم که گپ از اونا ایره متاثر نمیشه. مثال میگم، ای چی میکنی روز جمعه میری سیمینار میشینی، بیا بریم جمعه چکر. چکر هم زیاد وقت میفهمین چی میباشه، آره چکر خود ذاتا خوب است، آره چکرات ما کیفیت چکرها را بگیم. اول یک سرعت دوانی، موتری که طرف چکر میرن به سرعت، که شما شفاخانه الیاباد بخش جرایی برین هر روز از این چکری ها را میبینین که زده، خودم زخمی ساخته، یک از دیگران فلج افتیده، نه دست شور میخوره نه پایش گردن خودش گزدانده، این کیفیت چکرش است. بعدش در آم که میره سرشان از موتر بیرون، هر موتر که دید ریشخندی کو آزار بته خنده کو. بعدش همونجا که میره حال خفه نشن، میبینی سگریتی ها پر چرس کشیده رایس و تو را میتوصیه میکنه تو سیمینار چی میکنی؟ بیا برو کتمه. چرا نرم سیمینار؟ ما اینجا فکایی داریم، خنده داریم، چک چک میکنیم، بسیل میام در پالش تقیم میکنیم. از این که دیگه چکر خوب چی است؟ هیام یک چکر است، سون پهمان نرفتی، سون تالار خودشناسی آمدی. بنان تو اینی جست که مقاومت باید داشته باشی که گپ دیگه یا بر بینندان بون بگیم توصیه کنیم میشه خدا میرم از گپ ما کار کنه. این حال مثلا در اعضای خانواده خودشناسی رو گرفته، ای چی میکنی چی گپ های مف مف میزنم، برای که فرانه سریال ببینیم. او اگه آدم ناموفق باشه، نیمه موفق باشه، گپ از تاثیر میاد، بریم سریال ببینیم. سریال هم از اینکه لوکس کالا پیشیده هم مقبول است. همین نکو بگو نه، این همی از وطن خود ماست، خود وطنی از یادم ما بگو این همی بحث تقریب میکنیم، بحث تقریب میکنیم. این خوبیش این تفاوت چکت سریال بگیم بحث منه، من اینجا نمی بودم، یک آدم دیگه می بود، ولی تفاوت داره کت از او. در اونجا شما میبینین جنگ است، فریب است، دروغ است، رابطه های نادرست است و خلاصه پریشانی هایی است که تو شب خواب میکنی، خواب های نارام میبینی. اما در این برنامه تو یک صفت آدم موفق میشنوی، یک تانه 15 تا صفت میشنوی، کدامش خوب است؟ بنان آدم موفق کسی است که گپای بد منفی اطرافی ها بالاش تاثیر نمیمانه. صفت ابدوام، آدم موفق آدمی است که در لحظات بحرانی دنبال نقاط مثبت است. چی معنا؟ یک حادث، زندگی هیچ کدام ما خالی از حادثات ناگوار نیست، سختی میآید، پریشانی میآید، مشکلات میآید، اما فرق ده است. آدم ناموفق به مجرد که سختی رو دید، او وا ویلا، داد فقان، دست پایش میلرزه، تسلیم از زندگیش به آخر رسیده، تصمیم خودکشی داره، خلاصه ده و دشنام، زمین، زمان، ناراحتی از خداوند، اما آدم موفق نگه نه، نه چی خیره ما باشه، چطور میتونه میره حل کنم، علت تا چی بوده، توانایی خود چطور بلند برده میتونم. بنان این اینجاست فرق آدم موفق و ناموفق، که در لحظات بحرانی خود از دست نمیده، ذهن خود آرام میکنه، حتی باورش بیست که از هر وقتی دیگه که آلی با آرامش نیاز دارم که با تحلیل درست من این قضیه را خوب حل کنم. یعنی آدم موفق رئیس جمهور زندگی خود است، حاکم زندگی خود است و زندگی خود به خوبی حل میکنه. بنان اگه این صفت تا هنوز نداشتی که دست پای دولین سختی میلرزید، از امروز نه، من انسان قوی است، قبول مشکل آمده، اما با یاری خداوند متعال، با استفاده از دانشی که ما در طی سالها یاد گرفتیم، من این مشکل به درستیش حل میکنم. یادتان باشه هر قدر شما در یک پروسه و خطا شوین، همه که ذهن شما کار کردش پایین میه، راه حل پیشتان خراب شده میره.
بنان ایام صفت ابدوام بود. صفت اجدوام است که ذهن آدمای موفق پر از باورهای مثبت است. شما یه دفعه ببینید ذهن شما چه رقم است. ذهنتان یک گلزار است یا یک دشت پر از خار؟ اگر ذهن شما پر از گل است، باورهای مثبت مثبت دارین. باورهای مثبت چی است؟ من توانایی رشد خود دارم، من از خود موجود بهتر میسازم، من به فامیلم نشان میتم که من شایستگی از این فامیل دارم، من به فامیلم نشان میتم که با متانت و نرمی همگی امرای آدم خوش میباشم، من در فامیل گپی خوب میزنم، با ملایمت برخورد، من درسای خود خوب میخوانم، من وظیفی خوب پیدا میتونم، من زندگی خوب ساخته میتونم، من صفتهای بد خود از بین برده میتونم. اما ذهن منفی چی میگه؟ از ما چیزی جور شدنی نیست، من هیچ آدم شدنی نیستم، این بحثان به من فایده نداره، من با شما همو سریال ها همو چهار نفری که ششته خندهای بی جای میکنن، از خرد تا کلان مرد تمسخر قرار میتن، نه تنها به کار کرد به شخصیت مردم عمله میکنن. ما عقد داریم گپ کسی را نقد کنیم، اما چهره کسی را، صدای کسی را، قد کسی را، اینا توهین است به خلقتی که صورت گرفته. هیچ کسی اینا را خودش انتخاب نکرده، ما این قدم خودم انتخاب نکردیم، برای ما کتلاک نداده بودن، نگفته بودن چقدر. بنان اگه تو بالای از این قد خنده میکنی، تو بالای یک خالق خنده میکنی که را خلق کرده و این کار زشت است. این صدا را من انتخاب نکردیم، من میخواستم صدای بسیار مقبول داشته باشم، بس سر و بلای حالی حالیت تو است. وقتی تو صدای مرا مورد تمسخر قرار بدی غلط است. ولی مرا که مرا تمسخر قرار ندادن، بس من نیست، کاش که مرا تمسخر، من هیچ پروا ندارم، من به خاطر همون صفت قبلی من ذهن من جور کردیم که گپ دیگه بد نخوره. حتی اگر بد میگن من میگم نفهمیدن، خیر قدر مرا نفهمیدن، خب اعتماد نفس خود بالا بردید، من این سک چقدر خوبی دارم، اگر نظر شما خوب معلوم نمیشه میگم من نیاز اینا نمیفهمن که قدر خوب چه معیارایی داره. اما او بس من نیست، شما بس دیدین که در یک برنامه سر قد یک کسی خنده میکنن، سر صدای یک کسی خنده میکنن، و این ما حق نداریم. ما گپ کسی را نقدش حق داریم، اما خود شخص نباید نقد کنیم. بنان این همه تو چهار نفرش خنده میکنن و مردم امام، از بس که ما متاسفانه درگیر نادانی و روزمرگی شدیم، اونم تو یک چیز خوش میکنیم. خیر ما باید ذهنی داشته باشیم پر از باورهای خوب، انتخاب درست داشته باشیم در امور زندگی خود، دوست خوب، برنامه خوبه بشناسیم، کتاب خوبه بشناسیم، همسفر خوبه بشناسیم، و این زندگی ما را میتونه که معنای بسیار خوب بده.